سمیناری که امروز در اینجا تشکیل میشه راه اون راه آزادی ایران و پلی بین ملت‌های اسرائیل و ایران هست، اتفاقا در اینجا در تل آویو برگزار میشه. ویژگی اون چه هستش؟ ویژگی این است که با بیان سریع میگوید که دو ملت ایران و اسرائیل در گذشته روابط بسیار دوستانه داشتند. به سوی دانشگاه مدرسه جهلوی در دوران جنگ سرد در دوران کشورهای عرب چشم طمع دوخته بودند به ایران و اسرائیل بهشون کمک کرد و از کمک بعد مدت شد برای فردای ایران هم این همکاری همه بسیار بسیار مهمه که دوباره باید برقرار بشه و این پیامی است که فکر کنم بسیار خوب و مثبت و راهنمای آینده آیا شما فکر میکنید که دولت اسرائیل، مقامات سیاسی در اسرائیل باید به چنین جنبش هایی یاری برسونن و یا باید این را فقط بین ملت ها نگرد؟ هر جا میرم هر نقطه بینم برای مردم اسرائیل که حساب ملت ایران رو باید از حکومت اسلامی ایران جدا کرد و این میتونه نخستین گام در ایجاد یک دوستی بده کشور. نگفتید در حالی که جنگ بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در هر سو به گوش میرسه، از سوریه و لبنان گرفته تا اسرائیل، آیا دولت اسرائیل باید به این جنبش ها مانند همین که امروز در اینجا هست کمک بکنه و یا نه؟ دولت اسرائیل اقدامات لازم رو میکنه و من نباید راهنما باشم و تعیین تکلیف پیام شما به عنوان یک اسرائیلی امروز در این سمینار برای ملت ایران چه هست؟ من یک اسرائیلی ایرانی هستم یا یک ایرانی اسرائیلی هستم و پیام من این است که ملت ایران و این سمینار نمونشه نشون میده که هیچ نزاعی در کشمکشی اختلافی بین دو ملت وجود نداره. این رو رژیم ایران به وجود آورد و نه کشور و دولت اسرائیل میپذیره و نه مردم اسرائیل. بعدان میبینه که بسیاری از ایرانیان میگویند که راه مقابل ایران اشتباه بوده و باید دموکراسی رو در پیش گرفت و شعار مرد بر اسرائیل شعاری مرده بکنه زنگ زده پوسیده و از خط خارج شده. سپاسگزارم آقای امیر.